برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یکایک شما عزیزان تایم تیوی. من سیمین تهرانی هستم و بعد از مدت‌ها سعادتی دارم که خدمت شما دوستای عزیز بیام و سلامی خدمتتون بکنم و همچنین برای شما مژده بسیار بزرگی امروز دارم. یکی از دوستای خیلی خیلی نزدیک و قدیمی بنده که باعث افتخار جامعه ایرانی هستن، مدت‌ها ازشون دور بودیم و امروز در خدمتشون هستیم. فکر میکنم شما مثل ما خیلی خیلی خوشحال خواهید بود که این خانم دکتر عزیزمون رو ببینین از نزدیک هر هفته روزهای شنبه و ساعت 4 بعد از ظهر و سه شنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. و این خانم دکتر خوشگل و خوش اخلاق و مثبت ما کسی نیست جز خانم دکتر پروین نظامی که ایشون جدیداً کتاب بسیار بسیار قشنگی نوشتن به نام کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق، که بسیار کتاب قشنگ و خوبیه و حتما باید حتما راجبش بخونین. سی دی دارن که البته در خدمتشون هستیم، اینا رو توضیح زیادی خودشون میدن. خانم دکتر پروین نظامی دکترای روانشناسی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی و متخصص در روانشناسی مثبت. یعنی هرچی من منفی هستم خانم دکتر مثبته، ناراحت نباشیم. استاد دانشگاه های علوم بهزیستی و علوم توانبخشی در ایران بودن، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو روانشناسان ایرانی در آمریکا APA هستن. و این کتابی که دارم بسیار بسیار کتاب مثبت و سازنده ای هست و خودش ایشون گفتن و کسایی که خوندن بیلیو دارن، اعتقاد دارن که این کتاب رو اگه شما بخونیم 5 بار به جمله هایی که گفتن، به راهنمایی هایی که کردن توجه بکنین، میشین ارباب زندگی خودتون. پس من و شما خانم دکتر رو بهشون ویلکام میگیم به تلویزیون تایم بعد از غیبت کبرایی که داشتن. خب دکتر سلام عرض کردم. سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز، خیلی خوشحالم برای اینکه من به شما افتخار میکنم به عنوان یک زن موفق جامعه ایرانی. یعنی باید پراد باشیم همه ایرانی ها، حالا به خصوص جامعه خانوما که بیشتر باید پراد باشن از موفقیت های شما، پشت کار شما. من تعارف اصلا بلد نیستم، باور کنیم من اصلا اهل تملق و مداهنه نیستم، اون چیز قلبی منه. یعنی نظر قلبی من اینه که شما یه انسان واقعا فرهیخته و گل اورینتد هستین، کسی هستین که روی، چون ما با همه یاد میدیم چجوری روی گولاتون، روی اون هدفاتون برین و واقعا هیچ دیواری جلوی شما نباشه، میتونین از کنار دیوار راه پیدا کنین و شما تمام این راه ها رو رفتین و چون من شاهدم و دیدم شما چجوری دیدم چجوری شما با موفقیت این راه ها رو طی کردین و این ارزش داره. ببینیم ما اگه گیو اپ بکنیم وسط کار، یعنی تا یه به سختی بر بخوریم یا به یه دشواری جلوی رامون پیدا بشه فوری بگیم نه من دیگه نمیتونم، سخته دیگه، من این راهو ادامه نمیدم، اما شما وایستادیم پاش و الان واقعا یکی از موفق ترین تلویزیون ها هستش. افتخار تلویزیون های ایرانی هستین شما و من اینو هیچ تملقی به هیچ کسی، یعنی به شما نمیخوام تملق بگم، واقعا این کارو تلاشتونو که کردین
من یکی به شما تبریک میگم. مرسی خانم دکتر، شما واقعا متقابلا ما خیلی خوشحالیم که شما دوباره برگشتین. دوستای عزیز، آشنایی من با خانم دکتر پروین نظامی از 8 سال پیش انجام میشه که یادم میاد بگم برای دوستامون اول آشناییمون حرفاش عاشقانه بود. من اسیستان لیوینگ داشتم خانه سالمندان، بعد دیدم خانم دکتر روانشناسی میکردن در یک مؤسسه دیگه. یه روز در باز شد و ایشون تشریف آوردن و ایشون شنیده بودن که من میخوام برم و چی میگم به قول معروف تلویزیون باز کنم، و خانم دکتر اولین کسی بودن که تشریف آوردن آفیس من و من مشوق من بودن، پشتیبانی کردن. همیشه اگه بعضی موقع هام رفتم توی مود منفی و گفتم نه دیگه خسته شدم و زیاده و اینا، خانم دکتر همینجوری هلم دادم و بالا تا الان نگهمون داشتم. به هر حال از شما ممنون و سپاسگزار هستیم. مسئله مهم اینه که دوستای عزیز، برنامه خانم دکتر یه برنامه سازنده است، یه برنامه که ایشون همینجوری که خودشون گفتن فیک نیستن، تملقی نیستش، یه چیزایی که بیلیف دارن، اعتقاد دارن، خودشون میان برای شما دوستای عزیز میگن، تو کتابشون گفتن. و وقتی که ایشون اینجا برنامه داشتن 3-4 سال پیش، واقعا ما تلفنامون مرتب زنگ میخورد و همیشه برنامهشون خیلی پربیننده بود. باید به عرض شما دوستای عزیز برسونم که برنامه خانم دکتر لایوه، تلفن روی صفحه نوشته شده، تلفن استودیو 818-407-7770. شما میتونید، شما دوستای عزیز، من ننوشتم متاسفانه مسکر، بله تلفن خانم دکترم عرف، if you can add دکتر نظامی فون نمبر 310-402-4946. دوستای عزیزی که این برنامه رو الان نگاه میکنین، تلفن باید به آفیس بزنید، یعنی به استودیو بزنید. خب خانم دکتر، مثل این که آردی دوستا شروع کردم به شما زنگ بزنم و ما حل نمیدیم شما راجع به چی میخواین صحبت کنین، میخواین که تلفن رو بعد جواب بدیم، جواب بدیم. عرف is ready. دوست عزیز روی خط هستین در خدمت خانم دکتر پروین نظامی. وقتتون بخیر، خیلی هم ممنون که خانم دکتر رو آوردین. مرسی. من میخوام بدونم توی خانواده هایی که یک عده به طرف دین میرن، بقیه به طرف دین نمیرن، همه چی تو خونه مشکله، باید چه کار کرد؟ اونی که غیر دینیه نمیخواد خب توی دین بره، ولی اون که دینی شده میخواد بقیه رو دنبال خودش بکشه، باید ما چه کار کنیم با هم؟ ببینین، مهم اینه که تو میخواین گوشی رو بذارین یا میخواین قطع بکنین، من از تلویزیون براتون صحبت میکنم، از تلویزیون گوش بدین. خیلی متشکرم. مرسی که زنگ زدین. از کجا زنگ زدین شما؟ من کانادا. مرسی خانم خوشگل، سلام برسون. خیلی ممنون که این سوال مطرح کردین، چون این واقعا مشکل توی خانواده‌های ایرانی هستش، حالا بیشتر در جامعه ایرانی من دیدم که این مشکل وجود داره و اون کسی که میخواد عقیدش رو به کسی دیگر تحمیل کنه، میدونین که یعنی ما مشکل ترین و اشتباه ترین کاری که میکنیم اینه که من بخوام این رول کنم به زور یک کسی رو که بیاد عقیده منو قبول بکنه و بیاد فالو بکنه. هیچ چیزی به زور انجام نمیشه. حتی توی حالا کتابای دینی، مال کتابای توی کتاب قرآن خودش نوشته لا اکراه و فدین قد تبین یعنی رشد من الغی، یعنی خودش گفته که توی دین اصلا نبایستی ما فشار بیاریم و بخوایم یک آدمی رو به زور بیاریم توی یک خطی که اصلا حالا شاید بلیو نشته بشه. اما اگر واقعا رفتارای ما، ببینیم من الگو هستم، اگر من دارم یک دینی رو میخوام پروموت بکنم و شما رو به سمت اون دین بکشونم، باید رفتارامو
طوری تنظیم بکنم که شما خودتون جذب بشین، نه اینکه من بخوام با فشار و جبر و با اکراه بخوام شما رو به این سمت بکشونم. اون موقع هستش که رزیستنت ایجاد میشه، یعنی مقاومت ایجاد میشه. اصلا یه قانونی تو روانشناسی هست، وقتی یه آدمی رو پوش میکنی بهش میگی یه کاری رو نکن، حالا تو بچه ها شما دیدین بهش میگی نرو روی اون مبل، میخوری زمین، یا روی اونجا ندو سنگه، ولی میره و میخوره، بعد ما میگیم دیدی افتادی. واسه اینکه میخوان آدم ها من خودشون رو زندگی کنن و ما اون ایگوه رو همه دارن. وقتی که یه چیزی الغا میخواد بشه، بالا یه چیزی رو به ما الغا کنن بگن و پوش کنن، بکشونن ما رو به اون سمت که شما بیاین و حتما این عقیده من رو دنبال بکنیم برای اینکه این درسته. درست بودن عقیده من چجوری مشخص میشه؟ الان سیمین خانم ببینید، مثلا اگه من درست میگم، چه چیزی از من نماینده درست بودن صحبت منه به نظر شما؟ اینی که چه رفتاری رو من دارم. اگر بله. میگم اینو، این مسئله رو تو باید دنبال بکنی، خودم رول مدل تمام خوبی ها. ببینید بله. چون همه ادیان به طرف بخشش، ایثار، محبت، عشق و اینکه اجتناب از غیبت، تنفر، انتقاد، تمام چیزایی که منفیه، یعنی نگرش‌های منفی رو همه ادیان نفی کردن. خب اگر من خودم اینا رو دنبال نکنم و بیام با جبر و زور و اجبار بخوام شما رو در یه خطی بذارم که واقعا هنوز آگاهی ندارید. ببینید ما وقت خودمون باید آگاه باشیم، خودمون بریم مطالعه کنیم، ببینیم که واقعا از ته قلبمون حس بکنیم که میتونم باور کنم به این عقیده یا ایده. اون موقع هستش که ما تقلید نکردیم. ببینیم ما نمیتونیم با تقلید از یکی دیگه، برای اینکه ما فکر داریم، ما انسان ها خودمون فکر داریم و به اون فکر خودمون هم ایمان داریم. بنابراین اگر که فکری بالاتر از اون بیاد، ولی نه فکر، عملی رو ببینیم و بپذیریم، اون آدم رو فالو میکنیم یا دنبال میکنیم، رول مدل ما میشه. میبینیم اون اینجوری من میتونم رستگار باشم، موفق باشم، یا رابطه بهتری با آدم ها داشته باشم. وقتی که من از عشق بیام، از ایثار بیام، گذشت بیام و آدم ها رو به خاطر اشتباهاتشون ببخشم، بهشون محبت بکنم بی قید و شرط، که نه انتظار این که من اینو حالا میکنم واسه تو که فردا یه بنفیتی از تو یا یه فایده از تو بگیرن، کما اینکه خب خیلی ها ارتباطاتشون از این طریقه که من وقتی به شما سلام میکنم دنبال اون سلام روستایی بی تمنی است که میگن، اگر اون دنبالش باشه ما نمیگیریم اون پاسخو، ولی اگه بیریا بیایم و آدم ها رو بهشون سرویس بدیم، میتونی بده، من نمیگم هر کسی که نمیتونه، ولی همه ما قادر هستیم تا یه جاهایی بتونیم با آدم ها سرویس بدیم، خدمت بکنیم، محبت بکنیم، ایثار بکنیم، کمک بکنیم، حالا مادی معنوی هر جوری، و اینو بدون اینکه حالا از اونا چشم داشته باشیم، اگر انجام بدیم میتونیم موفق باشیم. ولی اگه قرار باشه که ما این تمام این میگم وعده وعیدها رو داریم میدیم، ولی خودمون واعظ غیر متعز بشیم، یعنی انجام ندیم، بخوایم اون آدم مقابل ما انجام بده، خب همیشه اختلاف به وجود میاد و این اختلاف، هر کسی میتونه عقیدش آزاد باشه، ما میتونیم فقط هدایت کنیم. هدایت ما گفتم با روشمونه، رفتارمونه، منشمونه، کردارمونه، درستیمونه، عدالتمونه، راستیمونه، اونا ببینن میگن ما باور داریم پس راه تو درسته. ولی وقتی من دارم با زور و جبر و با اکراه شما رو پوش میکنم، فشار میدم و باید بیاید چون من میگم تو باید منو دنبال کنی، هم چیزی مورد قبول نخواهد بود. خانم دکتر، خوب شد که من الان یادم افتاد، یکی از دوستامون یه سوالی اتفاقا گفته بود من از شما بکنم که ربط پیدا میکنه به این جمله که شما دارید میفرمایید. معمولا پدر مادرایی که از ایران اومدیم، بچه های اینجا داریم، این شکایت رو دارن که یه کاری که مثلا میرن برای بچهشون فرضاً یه ماشین میخرن، فرضاً، یا یه آپارتمان میخرن، یا یه فرش میخرن، حالا هرچی، یه کادو بهش میدم، بچه همچی میکنن این کاری کردی، حالا هی هر روز ترو میکنی تو فیس ما، هی بهمون میگی که مثلا این کاری کردم. شما اگر که برای بچهتون یه همچین کاری بکنین، خانمی که صبح زنگ زدن من این سوال شما بکنم، مثلا پول دانشگاهشو دادین، براش ماشین خریدین، هر کاری دانشتون کردین، شما به عنوان یک مادر
جوابتون به اون دختر خانم یا آقا پسر چیه؟ ببینین اگر واقعا یک کاری رو برای بچه میکنین، یاد بگیریم که اگر بچه ما درس خون نیست، نمیدونم کاراشو درست انجام نمیده، ما نیاییم بهش هی گیفت بدیم و بگیم بیا ماشینه رو برات میخرم، بیا فلان چیز رو برات انجام میدم. لااقل بدونن که در مقابل یک عملی که اونو انجام میدن، ما اپریشیشنمون یا قدردانیمون از اونها اینه که خیلی خوب، تو اگر نمره های عالی بگیری، اگر تو این چیزی که داری میری موفق بشی، من برای تو مثلا این ماشین رو میخرم. بعدم واقعا ما اجازه نداریم دیگه بگیم دیدی من براتون کار کردم، یعنی اجر کارمون رو از بین میبریم. وقتی که ما هی میخوایم به آدما ریمایند بکنیم دیدی من براتون کاری کردم، اون میگه بابا عطای اصلا به رقای از بخش بگیر، خودت برو، ماشینم مال خودت یا اینم مال خودت. چون همه آدمای مقاومت رو دارن، دوست ندارن، میگه منت گذاشتن به سر آدم ها ایش که براش خوشایند نیست. حتی آدمایی که کمک های مثلا زیادی به برای آدم های چریتی میکنن، کمک میکنن، میگن اسم ما رو هم نگین که اصلا ما نمیخوایم کسی بیاد از ما قدردانی کنه. ببینید برای اینکه اون احساسی که شما دارین و اون کار نیکو، حالا برای بچه تون هم دارین میکنین، ولی میگم بچه تون اگه واقعا کارای درسته نمیکنه، خانمه اومده و میگه بچه من رد شده، نمیدونم تمام نمرهاش بد شده، حالا از ما موتورسیکلت میخواد و ما نمیدونیم، هی ما رو با فشار میگه موتورسیکلت و درسش هم خیلی افت کرده بده، بخریم براش. گفتم شما چی فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین تشویق باید بشه کسی که حالا حتی با آینده خودش فکر نکرده؟ ولی خب برای اینکه شما اونو آگاهش کنین به مسئولیت خودش، من نمیگم تنبیهش کنین، آگاه کنین که مسئولیتی که اون داره اگر درس میخونه برای من مادر نیست، اگر درس میخونه برای پدر نیست، برای منفعت خودشه. این آگاهی رو پیدا بکنه و اون کارو بکنه. اما در مقابل برای اینکه یک میگن ما یک چی میگن تشویقی برای اون بچه باشیم، یه چیز رو میتونه آدم وعده بهش بده. خیلی خب در مقابل این ما هم چون تو تلاش میکنیم، قدردانی ما اینه که اینو برات میگیریم. سپاس برای سپاس. و دیگه هم به روش نیاریم، دیدی اینو گرفتی، بازم که نمرت کم شد، میگه خب با موتوره رو میذارم دیگه نمیبرم. ببینین یاد بگیریم که هیچ وقت اون محبتی که میکنین مادی یا معنوی، حتی به نزدیکانتون وقتی میاری، ببین همون بچه ببین شاکی شده، حالا بچه هر چند سال است، یه دفعه فکر میکنه که خیلی بهش گران تمام میشه که ما همش بخوایم یادآوری کنیم که این کارو برات کردم، اون کارو برات کردم. برای هر کی که میکنین، اگه بکنین اصلا واقعا قدر و قیمت اون کار از بین میره و اصلا میخواد فرار کنه که باز شما دوباره اونا رو یادآوری بهش نکنه. به خاطر همین اینم جواب اون بود. ولی کلا برای اینکه ما عقیدمون به هیچ کس اجازه نداریم تحمیل بکنیم، فقط ما الگو باشیم، رول مدل باشیم، رفتارهای خودمون رو به همون نحوی که بهش ایمان داریم، بلیو داریم که من آدمی هستم که این دین دارم فالو میکنم، راستگوام، درست کردارم، نمیدونم غیبت نمی کنم، دروغ نمیگم، مال کس رو نمیخورم، این کارهایی که واقعا تو تمام ادیان، اگه واقعا غیر ادیانم، ما طرزی که زندگی میکنیم باید با صداقت باشه، با عدالت باشه، با محبت باشه. حالا اصلا فکر نکنیم اون کس که حتما دینو نمیدونم با خودش چی میگن فالو میکنه و یا اون کارهای دینیش انجام میده باید این کارو بکنه. همه ما انسان ها مسئولیم، مسئولیم راستی، درستی، محبت و همیاری، کمک، ایثار، بخشش. اینا چیزایی که من برای دیگران نمیدم، اول از همه برمیگرده به قلب و وجود من، یعنی اون احساس آرامش که من توی وجودم میکنم از اینکه تونستم مثمر ثمر باشم، تونستم یک کار خوبی برای کسی انجام بدم، توی دلم اون رضایت رو احساس میکنم. بنابراین اون رضایتی که ما احساس میکنیم خودش قدردانی از وجوده. ولی من سوالم از شما اینه که خب حرفایی که شما میزنید بسیار سازنده است، ولی عملش خب خیلی سخته. اگر فرضاً یه کسی، شما به یه کسی خوبی میکنین،
در مقابل انتظار ندارین که بدی ببینین، اگر هیچ چیز بهتون نمیکنه انتظار ندارین بدی ببینین، ولی اگر اون طرف اومد به جای خوبی های شما به شما بدی کرد، شما این برای دوستای ما بگین چجوری اینا رو یادشون میدین که ببخشین، یعنی از توی اون شستشوی داخلی رو چجوری باید کرد، اون درون رو چطوری باید خواهد کرد. آره اتفاقا من یه چیزایی رو میذارم توی فیسبوک، آیتمایی رو در این رابطه می نویسم و توی اونجا گفتم که اگر در مقابل نیکی که شما کردیم کسی به شما بدی کرد، کارمای شما از بین میره. اینو با خودتون حساب بکنیم که یه جایی ما یه ایرادی یه جایی کارمون داشته. حالا کارما یعنی اکشن ریاکشن، عمل عکس العمل، هر چی بکاری همونو درو میکنه. حالا اگر یه جایی چیز بدی کاشتیم، حالا اینجوری ما یادمون نیست که چه کار اشتباهی کردیم، حالا یه جوری دیگه داره جبران میشه. هیچ وقت به فال بعد نگیریم، میگه خیلی خوب من خوشحالم کارمای من از بین میره، همه آدم ها میتونن اشتباه کنن و من اون آدمو میبخشم. روش خود من به این شکله، هیچ وقت نمیام کینه به وجود بیارم، میگم خدا رو شکر یه چیزی، یه کاری اشتباهی که به هر حال ما کردیم این پاسخش بوده، حالا صاف شدیم. چی میگن یر به یر شدم. بله با اجازتم. خواهش می‌کنم. دوست عزیز روی خط هستین در خدمت خانم دکتر پروین نظامی. با سلام خانم دکتر پروین نظامی، خانم سلام عرض کردم، بفرمایید عزیزم. من می‌خواستم راجع به از دست دادن عزیزان، آدم وقتی یک عزیزی رو از دست میده با این وضعیت چطوری میتونه خودش رو وقف بده؟ در همزمان وقتی که مادر، برادر، خواهر اینا همزمان از دست میرن، ما باید چطوری با این درد بزرگ مقابله کنیم؟ من یکی از اونایم که در این موقعیت قرار دارم. یعنی متاسفانه همه رو در یک زمان از دست دادین افراد عزیز؟ در یک زمان با فاصله یک سال و دو سال و سه سال و اینجوری، یعنی فاصله های کم. اوکی. الان خودم در آمریکا زندگی میکنم، خانواده هم ایرانن، ولی الان تو موقعیت خیلی بدی هستم، نمیدونم چه کار کنم، یعنی واقعا کلافم، زندگی برام معنی نداره، همه چی برام پوچه، میگم دیگه برای چی زندگی کنم؟ من که باید برم، بچه من باید بره، شوهر من باید بره. من متاسفم که این اتفاق براتون افتاده، ولی ببینین ما به میل خودمون دنیا نیومدیم و به میل خودمون هم از دنیا نمیریم. هر چیزی یک زمانی داره برای ما و اون، من خودم یکی از همین کسایی هستم که سال 2000 مادرم رو توی ماه فروردین از دست دادم، زن برادرم رو مرداد ماه از دست دادم، پدرم رو آبان ماه از دست دادم، برادری که کوچکترین برادرم بود همون سال توی بهمن از دست دادم. در عرض یک سال 4 تا عزیز رو همزمان من از دست دادم. و ببینین درسته خیلی شاک بودم، دردناکه خیلی، ولی مهم این نیستش که ما چی در حقیقت برداشت ما از اینکه این چی بوده، چرا اینها رفتن، سوالی نباید بکنیم، مهم پذیرشه. یعنی آخرین کاری که ما میتونیم بکنیم اکسپتنس، ولی با توجه به این اتفاقایی که میفته 4 تا مرحله رو ما باید پشت سر هم تی بکنیم که اینو بهش میگن دابدا تو انگلیسی. اول دینایله، یعنی اول ما باور نمی کنیم، دیسبلیو، یعنی میگیم که نه چرا واسه من، نه اشتباه مثلا این فامیل من اینجوری نشده یا مادر من مثلا نمرده، و بعد میگیم که انگر برای ما به وجود میاد، عصبانی میشیم، خشمناک میشیم، میگیم چرا من، واسه یه چی این اتفاق برای من افتاده، مگه من چه گناهی کردم، و بارگنینگ دابدا، این بارگنینگ یعنی شروع میکنیم نگوشیشن همش با خدا، با اطرافیان، با دیگران، آخه واسه چی، چطوره که این برای من باید پیش بیاد، مگه من چی کار کردم، مگه من چه گناهی کردم.
اینا این مراحلیه که آدم‌هایی که داغ می‌بینن و واقعا یه دفعه چیز رو از دست میدن که نمیتونن هندلش بکنن، این مراحل طبیعیه انجام میشه. ولی نه اینکه بلند مدت ما بخوایم تمام این خشم‌ها رو نگه داریم. این پروسسی که انجام میشه بعد از اینکه ما حالا شروع می‌کنیم به چی میگن چونه زدن با خودمون، با خدا، با دوستان، با این، با اون، بعد یه حالت بعدیش دیپریشنه، شروع میکنیم افسرده شدن، شروع میکنیم چون سلوشن یا راه حلی براش انتخاب نمیتونیم بکنیم و پیدا نمیتونیم بکنیم، میریم تو خودمون و افسرده میشیم. در نهایت این افسردگی نباید حداکثر 6 ماه، حالا میگم بستگی داره به آدم‌های مختلف، تا یک سال بیشتر طول نباید بکشه. بعد اکسپتنس، یعنی ما قبول میکنیم، نه مرحله آخر پذیرشه. این پذیرش رو ما به هر حال اگر نخوایم بپذیریم، اون موقع هستش که من یک کلاینتی داشتم، این پسرش رو نمیدونم حالا چجوری از دست داده بود یا رفته بودن کشته بودنش تو محل کارش یه چیزی اینجا، و این خانم همینطوری 10 سال این عکس‌ها رو که از اول توی اتاقش زده بود، و این 10 سال توی سیویر دیپریشن، دیگه به تدریج رفته بود توی دیپریشن شدید، و فرزندانی که داشت خودش که زنده بودن میگفتن تو ما رو فدای یک کسی کردی که دیگه بر نمیگرده و نمیتونیم کاری براش بکنیم و ما رو تو ندیده میگیری، ما احساس میکنیم دیگه ما وجودمون برای تو مؤثر نیست، تو ما رو دوست نداری، اونی که دوست داشتی رفته. ببینید این القا رو نباید ما بکنیم یا به نزدیکان خودمون این ظلمو بکنیم که حالا که اون رفته ما بیام زندگانمون هم فدای اون مسئله بکنیم، چون اون کاری براش نمیتونیم بکنیم غیر از پذیرش. سویت سورندر، پذیرش عقل، بپذیریم این اتفاق افتاده، و وقتی قبولش میکنیم یه جوری حالت آرامش به ما دست میده، احساس میکنیم خب خودم رو خلاص کردم، برای اینکه راهی ندارم، وقتی سلوشنی پیدا می‌کنی. ولی وقتی که نمی‌کنی افسردگی شدید میشه، و این مسئله رو ما خودمون با خودمون کار می‌کنیم یا کمک می‌گیریم. توی همینجا برنامه‌هایی داریم، مثلا کسایی که همشون یا همچه حالتایی دارن میان و می‌بینن که کسایی دیگه هم هستن که درست با همین مسئله روبرو هستن، اینا خودش تسکین میده. جلسات گروهی برای افرادی که مثلا نزدیکانش رو از دست دادن. شما از کجا زنگ می‌زنید دوست عزیز؟ دالاس. خانم دکتر میتونن تلفنی هم با شما صحبت کنن اینا بعدها؟ بله، من تمام مشاوره تلفنی میکنم و واقعا خیلی نتیجه میگیرن، چون حتی من پای تلفن اگه هند فری باشن باشون هیپنوتراپی میکنم، میتیشه، و تمام این ریلکسیشن ها اینو میتونه، اینقدر آرامش رو میاره. تکنیک هایی که من یاد میدم و توی همین کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق و 400 سیدی، تو این 2 تا مدیتیشن داره تو این سیدی 4 ساعته که در حقیقت برای باورها و تغییر باورها و اعتماد به نفسه، برای ریلکسیشنه، و این کتاب این دستورالعمله. تمام کسایی که خب الان توی ایران اینجا کسایی که گرفتن واقعا وقتی زنگ بزن میگن اصلا اینقدر ما هر دفعه که بیشتر اینو میخونیم اینقدر این روش ها رو با خودمون کار کردیم. یه خانمی بود که گفت من بایپولار هستم و دارو میخورم و خیلی آدم منفی بودم، خیلی نسبت به دیگران بدبین بودم، بعد وقتی این کتاب رو اینه چیز میگه هر روز میخونم قسمت های مختلفش رو و آرامش میگیرم. بله بله، 100%. خب دوست عزیز حتما زنگ بزنید به خانم دکتر، میتونین باشون تلفنشون 310-402-4946 باشون در تماس داشته باشن. بله روی مانیتور هم هستش. مرسی که زنگ زدین، امیدواریم که خداوند به شما صبر بده. تشکر. مرسی از شما. قربان شما. بله واقعا خانم دکتر، کسایی که تراژدی دارن یه کسی از دست میدن واقعا خیلی کار سختیه. اگه اجازه بدین خطای من شلوغ خط بعدو بگیریم. بفهم. دوست عزیز روی خط هستیم، بفرمایی. بله سلام علیکم خانم پروین، خوب هستی؟ سلام علیکم، حال شما چطوره؟ شکر خوب. من از خودم سوال داشتم که از من همشیری اخوارم
از شوهر خود جدا میشه، از شوهر خود جدا میشه و از خاطر از اون بسیار حالت خراب داره، دوای اعصاب دوا میخوره، دوای خواب و که و بسیار پریشانی میکنه، یعنی چی رای حل باید چی کنه، بسیار از دیگه خونه میکنه، میگه من نمیخوام دیگه زنده باشم، من نمیخوام از شوهرم جدا شوم. خب مگم شوهرش میخوای جدا شوم، حالا باید همشوری خواهرم باید چی بکنه، چی کار کنه؟ علی شما کجا زنگ میزنید؟ مغزش آرام شد، فکرش آرام شد. شما کجا زنگ میزنید؟ من از ویرجینیا زنگ میزنم. خواهرتون آمریکا هستش؟ نه خواهر من تو افغانستان است. خب اونجا دیپریشن گرفته و مشکل داره؟ بله اونجا گرفته، او در افغانستان است. خب من که نمیتونم به شما بگم چه تکنیک ها و روش هایی رو میتونیم باش کار بکنیم، یا اصلا شرح حالش رو اگر ببینیم، حالا دکتر رفته بهش چی گفتن، اگه افسردگی شدیده حالتاش چجوریه، اینی که حتما لازمه که به هر حال پلی متخصص برن یا ببیننشون یا با یه روان پزشک روانشناس مشورت بکنن، چون من نمیتونم که از اینجا شرح حالشون رو که نمیدونم چیه، اما حتما باید کمک بگیرن. اگر افسردگی دارن، اگر جنگ و دعوا دارن، اگر ناسازگاری دارن، تمام اینا برمیگرده به اینکه ما یک به هر حال منتال ایلنس یا یه پرابلمی منتالی داریم دیگه، وقتی از نظر روانی مشکل داریم. بله یه مشکلی داریم که به هر حال بایستی کمک بگیریم. حالا یعنی نه اینکه ما مثلا تا میگن یکی مشکل روانی داره فکر میکنن دیوونه است یا باید بره مثلا توی مراکز، نه همچی چیزی نیست. یکی ممکنه واقعا بر اثر شاک یا بر اثر هر چیزی یا ژنی که هستش یه اتفاقی بله. میفته اون ژن بروز میکنه، حتی بایپولار، من خودم یک کلاینت داشتم بایپولار بود ولی مشخص نبود، بعد که اومد یه مدت کانادا و هوای ابری و باران یه دفعه این رو شد و خیلی پرابلم براش ایجاد کرد، چون اصلا مشخص آدمی بود که یه مقدار خشم داشت ولی این بیماری اون موقع اونجا بروز کرد که حتی بردن شاک دادن بهش. بنابراین باید به هر حال توسط متخصص دیده بشه. من خیلی خوشحال شدم که مرسی دوست عزیز که زنگ زدین، دستتون درد نکنه. تشکر بابا. خانم دکتر یه دو سه بار جمله بایپولار رو گفتن، وقتی پیش پزشکا و نرسا و افرادی که توی مدیکال هستن این لغت ها رو میگن و فکرم میکنن همه باید بدونن. شما اینجا بله الان مثلا بهش میگن که جنون جوانی، اسکیزوفرنی، یک نوع چیزش بایپولار بودن، یعنی دو قطبی بودن، یک حالت شادی دارن، حالت واقعا نشاد دیگه، بعد یه حالت افسردگی. بنابراین برای همین میگن دو قطبیه که استیبل نیست، مود یعنی خلق و خوش عوض میشه. خدا رو شکر شما هست من دارم و این خلق و خوش خودش آپندان میشه، یه موقع های حالش خوبه میخواد بره خرید، حالا اونایی که خب بایپولار هستن در موقعی که توی فاز منیک هستن و شادی میرن خرید میکنن، نمیدونم فراوون ها، نه اینکه حالا یه دفعه همین خانمی که گفتم کلاینت من بود تو کانادا 12,000 دلار ماشین داشت، رفته بود 12,000 دلار گشته برو کردیت کارت شوهرش دوباره یه ماشین دیگه در از یه روز خریده بود که بعدا مشخص میشه. اینه که به هر حال باید آزمایش بشه، صحبت بشه تا تشخیص داده بشه. عزیز برای کسایی که تازه تلویزیون رو باز کردین، در خدمت خانم دکتر پروین نظامی هستیم. ایشون دکترای روانشناسی و فوق دکترا در روانشناسی بالینی و متخصص در روانشناسی مثبت هستن، یعنی اگه منفی شما هستین بخوام دکتر حتما زنگ بزنی. تلفن خانم دکتر، تلفن تماسشون 310-402-4946 310-402-4946. تلفن ها خانم دکتر الان برنامه شون لایف هست، روزهای شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و سه شنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس توی تلویزیون تایم، تلویزیون خودشون برنامه دارن. ما خیلی خوشحال هستیم که ایشون دوباره برگشتن و ما رو ویلکام کردن، دعوتمون رو قبول کردن. شما دوستای عزیز
میتونین از سیدی های خانم دکتر استفاده کنین، از کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق که اون کتاب و کسایی که خوندن خیلی نتیجه مثبت گرفتن. خانم دکتر کتاب شما رو کجا میتونن تهیه کنن؟ من کتابم رو میتونن از طریق وبسایت هم تهیه بکنن و بعدم من نماینده توی اورنج کانتی دارم که از طریق ایشون هم میتونن این کتاب رو تهیه کنن که شماره تلفنشون هست 562-883-0806 توی اورنج کانتی، 562-883-0806 در اورنج کانتی. من سمینارهایی رو در دست اقدام دارم که این سمینارها در ارتباط با اینی که چطوری شما میتونین ارباب زندگی خودتون باشین، آنچه را که خواهان هستین از طریق خودتون و از طریق تفکرتون و اون تکنیکایی که من باهاتون کار میکنم توی سمینارا، از طریق هیپنوتراپی، از طریق رول پلیینگ، از تمام اینا شما میتونین، یعنی بازیشو میتونین بکنین و یاد بگیرین که چجوری مستر زندگیتون باشین. همه ما مستر زندگیمون هستیم و یاد بگیریم که چجوری مستری رو زندگی بکنیم، اما انجامش بدیم، هم مستر بودن رو انجام بدیم. یعنی اگر خودمون رو ضعیف و ناتوان و ناچیز فرض بکنیم و فکر کنیم ما نمیتونیم، ما قدرت داریم. ما از 93% گنجایش ذهنمون استفاده نمی کنیم، ما فقط 7% اونو، حالا تازه کسایی که نابغه بودن 7%، آدم های معمولی 5-6% از گنجایش مغز و اون آگاهی های درونشون استفاده می کنن و 93% رو ما ازش استفاده نمی کنیم. و بیایم یاد بگیریم چجوری از تمام اون ضمیر ناخودآگاهمون و دی ان ای ما که خرد درونی رو به ما القا میکنه، با اون خرد درونی چجوری یاد بگیریم که مشورت کنیم و زندگیمون رو متحول بکنیم. من همیشه دنبال تغییرم، میگم تغییر تغییر تغییر، یعنی میگم هر کس میخواد رشد بکنه یک کاری باید برای خودش بکنه. اگر عصبانیه، اگر دیپرسه، اگر میگه نمیتونم، قادر نیستم، من نمیرم دنبال کار برای اینکه موفق نشدم، نمیخواد اپلای کنه حتی واسه یه چی به خاطر اینکه ناامید شده، تمام اینا چیزایی هستش که اشکالاتی هستش که تلقین میشه به ما. حالا ما از طریق همون تلقین ساجستیبیلیتی که تمام انسان ها تمام چیزهای زندگیشون از طریق تلقین یاد گرفتن، ما از طریق همون روش میتونیم با خودمون کار بکنیم و ایمپروو بکنیم، یعنی بیایم بپریم بالا، بیایم بریم به سمت آن چیزی که حتی فکرشو نمی کنیم. من با اتون کار میکنم، اونی که تو خواب نمیتونیم ببینید تو بیداری بهش خواهید رسید. چه عالی، بسیار خوب، بسیار good news. خب دوستای عزیز، متاسفانه اینجا وقت ما به پایان رسیده و در همون جوری که گفتم در خدمت خانم دکتر پروین نظامی بودیم و تلفن تماس ایشون، تلفن دفترشون 310-402-4946. خوشبختانه این روزا راه دور مسئله‌ای نیست، شما از شهرهای دیگه میتونین، از ایالتهای دیگه با خانم دکتر تلفنی تماس بگیرین و ایشون میتونن بله باهاتون تلفنی، اشکالا برطرف میشه. کتابشون رو حتما بگیرین، سیدیشون رو حتما بگیرین، بهتون کمک میکنه، چون با این خاصیت آدمیزاده دیگه، یه دفعه آدم میره افسرده میشه، منفی فکر میکنه، نه من نمیتونم، نه دیگه خسته شدم، دیگه عمرم تمام شده. از این نه رو بذارین کنار و با خانم دکتر پروین نظامی در تماس بشه. خانم دکتر بسیار لذت بردیم. دوستای عزیز، یک مطلب دیگه هم که بگم، شما شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون تایم برنامه خانم دکتر لایو و میتونین اینو نگاه کنین. سه شنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر. پس شما دوستای عزیز حتما با خانم دکتر در تماس باشین، کتابشون رو تهیه کنین، سی دی شون رو تهیه کنین که ان شاء الله همه مثبت فکر کنیم و نوردبان ترقی رو بریم بالا ان شاء الله. ممنونم از شما که با من همکاری و همراهی کردین. هدف بعد تشریف داشته باشیم بدون شما برنامه خانم دکتر مزه نداره. حالا شکایت خانم دکتر رو بکنم؟
میکنم درست یک دقیقه به برنامهشون شروع شده به من میگه سیمین باید با من بیام. میگه خانم دکتر من آمادگی ندارم. ولی الان میبینین که چقدر آمادگی داشتین. شما همیشه شارپ هستین، آماده هستین و میگم اون اینتویشن درونیتون انقدر قویه که میتونین. شما محبت دارین ولی خانم دکتر لطف دارن، ولی ایشون چون مثبت هستن، چون همیشه خندانن، چون همیشه حرفای مثبت میزنن، آدم ناخودآگاه میگه همنشین تو از تو به باید تا تو رو عقل و دین بیفزاید. خب پیش خانم دکتر که میشینه به طور غیر مستقیم سیمین منفی یهو مثبت میشه. نه شما که واقعا اعمالتون پوزیتیوه و اصلا به خودتون صفت هایی که اصلا زیبنده شما نیست هیچ کس از خودش به بدی یاد نکنه. پلیز همیشه خودتون رو قدردانی بکنین. شکر برای تمام وجودمون، دستمون، پامون، چشممون، وجودمون، ذهنمون، مغزمون و اون همه تلاش و کوشش، همه رو شکر کنیم. همیشه شاکر وقتی باشیم شکر نعمت، نعمتت افزون کند و واقعا این نعمت رو میتونیم خودمون افزونش بکنیم. خانم دکتر برنامه‌مون تمام شده ولی یه چیزی من یکی از دوستام گفته که شاید هم برای جلوی دوربین زیاد جالب نباشه ولی میگیم دیگه، ما با دوستامون نداریم. میگفتن که ناصرالدین شاه رفته بوده فرانسه برای ویزیت و فلان و اینا، وقتی که برگشته اومدن بهش گفتن خب آقای اعلیحضرت چطور بود، خوب بود؟ گفت والا ما رفتیم حمام و بعد اومدیم جلوی آینه وایسادیم و قیافه خودمون رو دیدیم، خیلی از خودمون خوشمان آمد. چیزی که دیده فقط خودش رو دیده، هیکل خودش رو دیده، خوشش آمد. بکنیم، ما بکنیم، یاد بگیریم، اتفاقا درسه. یه خودت تشکر کن، خودت قبول داشته باور کن و حتی اگه کسی هم ازت تعریف میکنه بپذیر، تشکر کن. بله، من وقتی میگم شما you are the best، واقعا یکی از خانم های موفق این جامعه و من بهشون پراد هستم. ممنون از شما که خب دوستای عزیز، تا هفته آینده روز شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمت خانم دکتر پروین نظامی. تا خیلی هفته متشکر. آینده خدافظ. خدا نگهدارتون. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.